زلزله شدید و مرگبار در غرب ایران و شرق عراق در رأس گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی است. علی جوانمردی، خبرنگار ما در اربیل عراق، نیز در گزارش‌های اختصاصی از وضعیت مناطق آسیب دیده در هر دو کشور می‌گوید تماس‌های مستقیم با سکنه از نیاز به تشدید و تقویت عملیات امدادرسانی حکایت دارد. در خبر در ارتباط با ایران، آمار تلفات انسانی زلزله شب گذشته در منطقه مرزی کرمانشاه با عراق در حال افزایش است. منابع رسمی از کشته شدن 345 نفر و زخمی شدن بیش از 3000 نفر خبر دادند، ولی شاهدان عینی از تلفات بیشتر از آمار دولتی خبر دادند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، قرار است فردا به کرمانشاه برود و از نزدیک اوضاع را بررسی کند. برای بررسی بیشتر همکارم علی جوانمردی از اربیل کردستان عراق با ما هست. علی، چه جزئیات بیشتری از مناطق زلزله زده غرب ایران داری؟ گیتا، اجازه بده اول همون آمار رسمی رو اشاره کنم. دقایقی پیش هلال احمر ایران آمار دیگری رو ارائه داده که طبق اون 407 نفر کشته، 6600 بیش از 6600 نفر مجروح و مصدوم هستند. وزیر بهداشت و وزیر کشور هم، یعنی آقای سید حسن هاشمی و عبدالرضا رحمانی فضلی هم اونجا رفتن کرمانشاه، از سرپل ذهاب دیدن کردند و ظاهرا هلال احمر هم فعال هست. این مسائلی هست که به طور رسمی در رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی منتشر میشه. اما در تماس‌های متعددی گیتا که از صبح تا حالا با منطقه کرمانشاه، با سلاس باوجانی، با سرپل ذهاب، با همه شهرهای اون منطقه و به ویژه منطقه ازگل که نتونستیم اونجا همه چی قطع هست گرفتیم، واقعیات بسیار فراتر از این هست. شاهدان عینی میگن که تعداد کشته شدگان بسیار بیشتر از این هست. هنوز صدها نفر زیر آوار موندن. مرکز زلزله که ازگل هست، 190 خورده کیلومتر در غرب کرمانشاه به طرف مرز عراق هست، اونجا اصلا هیچ کسی دسترسی پیدا نکرده. ده ها روستا اونجا، درژاله پایین، درژاله بالا، دول خشکه صالحی تا سرپل ذهاب هم اونجا هم بیست هست، 40 روستا رو شامل میشه که هنوز هیچ کسی اونجا نرفته و مردم زیر آوار موندن. جدا از این، در تماسایی که داشتیم رسیدگی به مردم بسیار کم هست، کمک رسانی کم هست. مردم میگن ما تسلیت نمیخوایم، میخوایم که کمک رسانی بشه. پتو، آب آشامیدنی، نان، چادر، لباس گرم و به طور کلی مایحتاج ضروری رو نیاز دارن. علی اکبر اکبری، فرماندار سلاس باوجانی، گفته که ما مشکل اسکان داریم. اون هم به طور رسمی البته این رو اعلام کردیم. مردم در هر صورت ترسیدند. صدها هزار نفر در اون منطقه دیشب نخوابیدن گیتا، تا صبح در سرما، در بیرون از خانه، و امشب هم ممکنه این مسئله ادامه داشته باشه. در عین حال مردم در جوانرود سعی کردن که برن داوطلبانه کمک کنن به آسیب دیدگان، مردم رو بیرون بیارن، ولی اونجا هم نیروهای سپاه مانع شدن و اجازه ندادن و حتی برخورد فیزیکی هم با مردم داشتن، مردمی که داوطلب بودن برای کمک به افرادی که هنوز زیر آوار موندن. ولی عکس‌ها خیلی تکان دهنده هستند. از سپاه گفتی، اون وقت حالا نقش ارتش برای کمک رسانی به مردم چقدر موثر بوده؟ ارتش کی تا برخلاف آنچه که از سپاه دیده شده، شاید باور نکنی، عکسای فرستادن از سرپل ذهاب که سپاه، این رو بگم اول، نیروی ضد شورش اونجا فرستاده در این شرایط. در هر صورت در چنین شرایطی ارتش هزاران نفر رو به مناطق غرب کشور فرستاده، صدها نفر در هر منطقه دیده میشن. اما آنچه که اینجا جالب توجه است، ارتش داره به مردم کمک میکنه، به آسیب دیدگان، دارن مردم رو از زیر آوار بیرون میارن، ولی اونچه که مهمه، نه کلاه دارن، نه دستکش دارن، هیچ امکاناتی ندارن و از امکانات مردم استفاده میکنن برای زیر آوار. خیلی ها میگن که شاهدان عینی گفتن که از تلفن ها، از نور تلفن موبایل استفاده میکنن. یعنی ارتش با بی امکاناتی داره سعی میکنه که به مردم کمک بکنه و همراه بشه با کسایی که دارن داوطلب شدن برای اینکه صدها نفری که هنوز و چه بسا بیشتر زیر آوار موندن رو بیرون بکشن و جون اونها رو نجات بدن. شرایطی بسیار تکان دهنده و ناراحت کننده. مرسی علی جوانمردی از اربیل عراق بود. ممنونم علی. برنامه امشب روی خط به موضوع زلزله کرمانشاه میپردازد. افشار سیگارچی از این برنامه با ما هست. افشار، خب
علی جوانمردی برامون از اربیل گزارشایی داد در این رابطه و چه اتفاقاتی داره میفته و چیکاره میشه. شب گذشته در واقع زلزله در منطقه مرزی استان کرمانشاه و کشور عراق رخ میده به بزرگی 7.3 ریشتر که احتمال علی هم در گزارشش بهش اشاره کرده که به گفته مقام های سازمان مدیریت بحران تا آخر این لحظه که ما به وارد برنامه بشیم در واقع از مرز 400 نفر تعداد کشته ها گذشته شده و تعداد مجروح به 6700 نفر هم رسیده. گفته میشه بیشتر آمار کشته ها مربوط به شهرستان سرپل ذهاب هستش. از دیشب تا الان فیلم و عکس های بسیاری منتشر شده که حاوی اینه که شرایط زلزله زده اونقدر مطلوب نیست، اکثرشون در خیابون ها هستن. خیلی از خبرگزاری دولتی هم اشاره کردن که امکانات مثل سرم، تخت، چادر و خیلی از امکانات امداد رسانی ضعیف هستش، مشکل پیدا کردن. ما امشب میخوام تو برنامه امشب از مردم بپرسیم که تا اینجای کار بحث امداد رسانی به چه صورت بوده، از طرف دیگه میخوام ببینیم بپردازیم که خود مردم در چنین مواقعی به چه صورت میتونن کمک کنن و اینکه بحث اینه که با توجه به تجربه تلخ حوادث مشابه در ایران چقدر به بحث مقاومت سازی و بحث مدیریت بحران در ایران توجه شده. این مسئله که امشب به اون خواهیم پرداخت.